واقعا هیچ فیلمی نیست که من خودم راضی بوده باشم. اصلا یکی از سخت‌ترین کارا واسه من همیشه راش دیدن بوده. و چون اگه مثلا 100 تا نکته خوب و درست توش باشه، یه دونه منفی باشه، منفی تو ذهنم میمونه. واقعیت هم اینه که گفتم ما اون چیزی که فکر میکنیم اگه به 50-60% پیادهش کنه خیلی شانس آوردیم. بنابراین از فیلم‌های دیدن خودم چیزم گریز دارم. به طور طبیعی فکر کنم اتفاق برای همه بیفته. هر فیلمی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بهش بیشتر بها داده شده، فیلم مهمتری تلقی شده، بهتر شما ناخودآگاه فکر کنید که کار تو هم در کنار اون بوده و خوشحالی از اتفاق. فرضاً اگه فیلمی رو اسکار میگیره، خودم نمیتونه اینو ندیده بگیره. حالا ممکنه یه فیلم کار کرده باشه بعد نبوده باشه، ولی که اصلا دیده نشده یا دیده شده بهش توجه نشده. اینه که اینا رو آدم اثر میذاره که به نظر من بخشش درست هم هست. برای وقتی یه فیلم میره تو کن جایزه میگیره، میره تو اسکار جایزه میگیره، فیلم مهمیه. یا همین ابو سعیدم که تو این بفتا نامزد شده، تو بریتانیا تو بفتا فروشنده نامزد شده. برای این یا حالا ممکنه بعضی فیلم‌ها اینجوری امتیاز نگیره، فرض کن فیلم‌های خانم بنی اعتماد، ولی هم این مردم خوششون میاد، هم نقدای مثبتی می‌نویسن، هم تو جشنواره داخلی، حالا تو بخش خارجی بهش توجه شده، به کار تو هم توجه شده. و اینا به هر حال مهم میشه تو سابقه کاری آدم. ولی ممکنه مثلا یه فیلم گفتم تو دفعه قبل، مثلا فرض کن فیلم مثل یک شب زیاد دیده نشد، رو پرده نمایش داده نشد به شکل پوزیتیو و بعداً کپیای خیلی بدی ازش گرفتن. فیلم حالا تو فستیوال کن رفت، ولی هم نمایش داده نشد، اگرم میشد فیلم تماشاگر پسندی نبود. ولی من خودم کارم رو تو اون کار دوست دارم. به هر حال یه فیلم بود که همش تو شب میگذشت و یه تجربه تازه بود با اون نوع نگاتیوی که کار میکردم و با اون ریسکایی که دوست داشتم بکنم از استفاده از تاریکی که تو اون فیلم کارا رو کردم. این میتونه جالب باشه. اما اونایی که بیشتر شاید به یاد آدم میاد، تو ذهن آدم میاد، اون فیلم هاییست که از همه نظر موفق شده. و اینم بگم، من فیلم هایی داشتم که خودم به نظرم فیلم برداریش خیلی خوب بوده. حالا نه اینکه بگم کامل، ولی در مقایسه با بقیه بسیار کارم خوب بوده، ولی اصلا بهش توجه نشده از طرف منتقدین. بنابراین منتقدین درسته یه مقدار نظرشون صاحب هست، صاحب نظرم فیلم زیاد میبینن اینا، اما واقعیت اینه که وقتی از خود فیلم خوششون بیاد و خود فیلم مهم بشه، به جنبه‌های دیگه‌ش هم توجه میکنن. بیشتر توی نظر سنجی تو اگه فیلمی کار کرده باشه که مضمونش طوری باشه که با سلایق اونو جور در نیاد، یا اینکه از فیلم زیاد خوششون نیامده باشه، کمتر تا خود فیلم برداریش هم مورد توجه قرار بگیره. ولی خب اگه فیلمی باشه که اونو دوست داشته باشن، تو هم بهتر دیده میشه و بیشتر دیده میشه و اینا خودآگاه تو ذهن تو هم اثر میذاره و از اون فیلم نگار راضی تره. چند سال پیش بود که مجله فیلم، مجله صنعت سینما که متاسفانه تعطیل هم شد، حالا آقای شهرام جعفری نژاد، مجله خوبی هم بود در نوع خودش، به خصوص اون بخشی که اطلاعات فنی و غیره میداد، شماره صدش یه نظرخواهی کرد از 130 تا نویسنده، یعنی تقریبا هر نویسنده و منتقد سینمایی بود نظر خواهی کرد راجع به بهترین های دهه 80. اینو سال 1990 این کار انجام داد. خب تو فیلم برداری من نفر اول شدم تو اون نظر خواهی، ولی بیشترین امتیاز رو حالا به همه فیلم ها مشاره کردن، بیشتر امتیاز رو چهارشنبه سوری درباره لی گرفت، به خاطر این فیلم خود اصلا چهارشنبه سوری درباره شد بهترین فیلم.
درباره شد فیلم اول، چهارشنبه سوری فیلم دوم دیگه، بعد مثلا کارهای بیضایی و کیو کیو اینا تو رده‌های بعدی مثلا اومد. خب من میدونم خود اون فیلم مطرح شدنش موثر بود در اینکه من کارم مثلا بیاد تو رده اول. من اول بودم، بعد محمود کلاری بود، بعد زرین دست بود، بعد آقای خوزوی عبیانه بود، نفر پنجم یادم نیست کی بود. اینی که در پاسخ این سوال که به هر حال کدوم فیلم براتون مهمتر میشه، میگم بخشش اون چیزیه که ما خودمون فکر میکنیم، بخشش اون بازتابی است که فیلم در جامعه، به خصوص جامعه منتقدین و اهل سینما و اونایی که به سینما نگاه جدی دارن مطرح میشه.